خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. مرسی مرسی. قربونت برم. شما آگهی ما رو از کجا دیده بودین فدات شم؟ توی توالت. ما اصلا تو توالت تبلیغ نداشتیم عزیزم. چرا یه آقای اومده بودن تو توالت گفتن برای مو کوتاه کردن بیاد اینجا. آخه قربونت برم، اونم من کوتاه کردم. ما تازه زدیم، ما دیروز زدیم این شبکه مرسی سالونش مال مرسیه. مرسی سالون. بله بله. نمیخواد خیلی خیلی لطف کردی قربونت برم عزیزم. من اصولا سوال میکنم، خودت بعد بگی. بله. سه مدل میتونم کوتاه کنم، کدوم مدلش دوست داری؟ من جانی دیپ دوست دارم. من هنوز نگفتم کدوم مدل جانی دیپ دوست داری. شما ذاتن اشکال نداره عزیزم. فقط احمد نژادی هم هست، میخوای بسات کوتاه کنم؟ احمد نژاد چطوری؟ احمد نژاد همینه، فقط کلت همینه، فقط مسخره موهاتو میزنم اونور. نه من مسخره زرتی میزنم، من احمد نژاد میخوای اونطوری؟ نه من روحانی الان جدید اومده اونطوری قشنگتره ها. نه من فقط جانی دیپ میخوام، فقط یکم. عزیزم روحانی خیلی خوبه ها، رشو جدید خیلیم جدید مدلش. نه من فقط یکم میخوام کوتاه کنی، یکم. باشه حالا من اگه بخواستی بگم روحانی اگه میخوای بزنی کوتاه میکنم، فهمیدی؟ هر تو دلت میخواد کوتاه میکنم، فقط یه چیزی میگم رو سر اصلا موهات دیده نمیشه عزیزم، اون قشنگ. نه من جانی دیپ میخوام یکم. من ازتون من سوال میکنم ازتون، فهمیدی چی شد؟ باشه شما فقط به من بگید انقدر خوبه کوتاه کنم؟ نه من فقط یکم میخوام آقا، یکم. آخه خب عزیزم بگو به سلامتی چیکار میخوام بکنیم؟ مگه چه خاصی کجا میخوام تشریف ببریم؟ مگه اینقدر حساسی عزیز دل من؟ عروسیمه. عروسی کیه؟ عروسی خودم. آخه قربونت برم، شما فکر نمیکنین دیر اقدام کردی عزیزم؟ نه بابا، عروسی چهارممه. عروسی چهارمتونه؟ ماشاءالله. آقا شما سوپرمنی برای خودت، خیلی خدایی برای شما، خیلی خوب. 4 تا زنگ گرفتی الحمدلله. بله. عزیزم خودت بگو چقدر. ببین نشون میدم، نگاه کن. نه یکم آقا، یکم. ببخشید. یکم. یعنی اینقدر؟ بله نه یکم. اینقدر؟ بله. عزیز آقا یکم فقط. ببین قربونت برم کاری میکنم که تمام دخترا بینشون بمونی انتخاب کنی عروس کدومه هستن. عزیزم شما اجازه نمیدی. فقط جسارتا شما خونه تو آینه که ندارین که. خونه آینه هست؟ چرا؟ نگاه نکن تا بعد عروسی، بخاطر اینکه شگون نداره. آه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. چقدر افکی کدوم ابله قبلی برای شما زده موهاتون؟ من نمیدونم واقعا، نمیخوام بگم همه کارا خوبن، ولی گن زده واقعا. حالا پله‌ای نیست، میفهمی چی میگم؟ آقا یکم بابا، عزیزم یکم. عزیزم من برادرم، قربونت برم، چه تقارات میکنیم؟ باید کار میکنم. شما اگه نمیخوای عروس، عروس که گفته بله، فقط باید با تو بمونه دیگه. ادامه شو توسط همین موها داره چیز میشه. خیلی هم خوبه، فقط جسارتا نترس عزیزم، نترس. خیلی خوبه، خیلی. چه کثافتی این جلوی چشت دماغتو گرفته عزیزم. این اصلا عروس نمیدونه داماد چه شکلیه به جان تو. ببینم الان فکر میکنه یه چیزی هست. خیلی خوب شد قربونت، چقدر ناز شده. جانی دیپی شده یا نه؟ جانی دیپی شده از عقب. خب فقط این کثافتی که برای شما من قیچی ببخشید، باید با قیچی میکندم تو رو خدا ببخشید. بازخواهی میکنم، میخوای اصلا ماشین کنم بره عزیزم؟ فقط یکم کوتاه کنم. یکم کوتاه میکنم عزیزم، یکم کوتاه میکنم. نه یکم فقط. آها یعنی خوب شده عزیزم. فقط اون کثافتی که برای شما قبلا رنگ کرده، فهمیدی؟ درست هایی که سفیدی ها زده بیرون دیگه. اینو دیگه من مقصر نیستم عزیزم. تکون نخواه عزیزم، تکون نه. تکون نه. حالا حالا اینجاش اگه بیاد کثافت بالا از بغل جانی دیپی. چه اینجوری میکنه حسینی؟ احساس تا برنامه شروع شد حامد یه دقیقه صبر کنم، معاش کوتاه کنم. نمیخوام تا
تو کجا کنی؟ عزیزم مثل که من دیروز لایسنس گرفتی تو ها؟ من گرفتم. از شبکه که درآمدی نداری بذار یه دونه آرایشگری وا کنیم. ولی خدا من الان نمیدونه 3 نفر کوتاه کردم هنوز تازه باز کردم مغازه رو. حسینی ویلکم نمیدونی مردم دارن کیف میکنن دونه دونه. بذار یه ذره کوتاه کنم ایشونو. نه. مگه نه مگه دست تو نه. حسینی جان ولم کجا میخوام برم. تو به رفیق اطمینان نداری؟ خاک به سر این رفاقت من و تو. چند نفر کوتاه کردی؟ 2-3 نفر کوتاه کردم عزیزم دیگه. راضی بودن؟ همشون تو. تازه ببین انقدر مطرح شده مرسی سالون. مرسی سالون؟ بله عزیزم مرسی. بعد بهشون گفتم تو لایسنس میگیری اگه خواستن سو کنم با تو طرفم ولی من هستم. حسینی نمیخوام. نه عزیزم نه دیگه بذار باشه. حسینی یه ذره ها. یه ذره چقدر؟ اینقدر. میخوای احمدی نژادی بزنم مسخره از این و بزنم همه رو. نه حسینی حرف شوخی نه نمیخوام. ولی چیز به جان فرزان. ببین من سه ساعت واکرم مغازه رو درسته؟ کف کردم دو تا پلیس الان دارن میان خودشون زنگ زدن مستر حسینی گفتم یس گفت اونجا آرایشگاه اینا سالن گفتم یس سالن مرسی گفتش که ببین من دارم میان کوتاه کنن حسینی دارم میان بگیرن سود کردم آقا برو سر خط حسینی کارو چیه میکنی اینجا آقا من گفتم یه کاری این همه سیاست برو آدم اینجا چه میدونم تو این شهر من تو همین شهر دیدم آدمی که اصلا سیاست رو نمیفهمه داره سیاسی حرف میزنه بودیم یه آرایشگری ما بکنیم دیگه اگه آخه نه دیگه. راست میگی نه آرایشگری لایسنس میخواد خیلی تنها چیزی که لایسنس نمیخواد تحصیلات نمیخواد این رسانه های گروهی که ما داریم جان تو بله همین حوزمون راست میگی ولی آرایشگری کپ پوشی نون وای هر کاری که لایسنس باید دوره شده بشه ولی حرف لایسنس نمیخواد تو آمریکا حرف لایسنس نمیخواد آخ من گول خوردم منو ببخش من گول بسیار خب خانم آقایان سلام بر شما حالت خوب باشه خوش آمدید به برنامه مرسی و در اصل یادی هم میکنیم از خانه سالمندان و پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها پدر مادر هایی بله امروز خبر رسیده ازشون تشکر میکنیم از اینکه این برنامه رو نگاه میکنن در سالوناشون این برنامه رو گذاشتن و نگاه میکنن یه جمله کوچولو هم یادمون نره که ما تکرارش قشنگه حیف اشکال نداره شما به 7 میلیارد آدم میتونیم باهاشون بحث کنیم درگیر شیم همه کار میتونیم بکنیم 3-4 نفر رو بعد بهشون احترام بذاریم یکیش این پدر و مادران که واقعا احترامشون بله. واجبه اصلا بله. غیر قابل بخششه در تمام ادیان و غیر ادیان اگر که اون احترام لازم رو سر تعظیم در مقابل پدر مادرها فرود نیاره بدترین پدر مادر بهترین دوست آدمه بدترینشون هم تازه باشه آقای حسینی به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله بیات زنجانی شنبه گذشته در یک فتوای جنجالی نوشیدن آب را برای روزدارانی که تاب و تحمل تشنگی ندارند جایز دانست دانستن و گفتن روزه باطل نمیشه یعنی آب بخون روزه باطل نمیشه این باعث شده که بسیاری از علما به ایشون حمله کردن حمله شون کاملا غلطه الان خیلی ها توی روزه من از مسئولین میشستم کوفت میخورن هنوز روزشون هست یعنی به جونت مال حرام میره بالا نفت ولی روزشون باطل نمیشه آیا بعد زنجانی دوست دارم I love you ولی راست میگی واقعا در دین اینجوری هست یعنی شما اصلا خدا نمیده بزنه تو دهن آدم ها نه خدا گفته آقا تو روزت بگیر در همه ادیان هم روزه بگیر آقا دروز نگو مال کار بد نکن تو یهودی هست تو مسیح مهم چی زهر والدم میکنه حالا آره. مهم اولش اونه که در این ایام هم بعد به دیگران کمک کرد دروغ نگی الکی چرت پرت نگی اگه مسئولی که حتی مسئولین ما خدایی این تنبه میره دروغ نمیگن کی مسئول باری کی من ندیدم آقای حسینی به تازگی شهرداری تهران در یک اقدام مسابقه به شبانه بله درختای خیابون پهلوی سابق ولی عصر امروز رو قطع میکنه نگاه کنید این درختها 70 سال قدمتشونه و این درختها رو داره دونه دونه شبانه قطع میکنه میگن که یا به خاطر پارتی بازی کسانی بودن که واحدهای تجاری داشتن مزاحمش بود یا به خاطر اینکه ماموران انتظاری میخوان که از طریق دوربین ها کنترل کنن شهر کسی با درخت ها چه ارتباط داره؟ ارتباطش به نظر من اینه که اینا به حال از بیخ که ریشه ما رو زدن این بیخ ریشه درخت ها رو بزنن بد نیست آه. و قربون اون پهلوی سابقه تو اولی اصل جدید برن بدبخت آها کلاغا نمیتونن بشنن چرا چون اینا اعتقاد دارن کلاغای خبرچین میان 1000 تا دسته
درخواست دارن میزنن که کس کلاقی اون بالا نشینه بده بگه جنبش سبز کی چیکار کرده. درخواست از اوباما برای مذاکره با دولت آقای روحانی. از آقای اوباما 21-29 چهره سیاسی و نظامی آمریکا در نامه از آقای رئیس جمهور آمریکا خواستند تا فرصت مذاکره با آقای حسن روحانی دولت ایشون رو از دست ندن. از سوی دیگر 59 نماینده کنگره هم در نامه به آقای اوباما نوشتن که از این فرصت استفاده کنه و فرصت رو به تندروها ندهد در داخل کشور. بله و همکار من بسیار کار قشنگی کردن، آمار بسیار غلطی رو و افتضاحی رو تقدیم شما دادن. من اینجا خبر رو تصحیح میکنم. چند نفر؟ 59 نفر کنگره، 29 نفر از سران سیاسی و نظامی آمریکا. نخیر، تعداد 997 نفر اعلام کردن به آقای اوباما که مذاکره کنه با آقا روحانی. زیاد داری میگه آقای واسه نه از 350 تا که نماینده ایران هم گفتن مذاکره کنه، 28 مال لبنان هم گفتن مذاکره کنه، 37 مال فلسطین هم گفتن مذاکره کنه، یه چند پنج تا هم از این ور اونور گفتن مذاکره کنه. البته هدف دولت آمریکا در اصل اینه که فکر میکنه یک نفسی داره به وجود میاد. بله. میخواد جلوی نفس رو نگیره و ما هم زیاد باش مخالف فعلا تو این بله. ما ببین چیکار میکنه واقعا. خیلی حالا صحبت میکنیم درباره آقای روحانی. 25 نفر از مستندسازان شبکه بی بی سی که در داخل کشور دستگیر شدن به خاطر همکاری با بی بی سی و 10 نفرشون متهم ردیف یک بودن، امروز از بازداشت آزاد شدن، چرا که اعلام کردن اینا هیچ ساختارشون آثارشون برخلاف نظام نبوده است. کیا بر اثر بر علیه نظام نبوده است؟ اینایی که همکاران بی بی سی در داخل کشور. یعنی فقط وایس آف آمریکا برای نظامه؟ حالا به هر حال دیگه. نه عزیزم، ولی در کل داستان قبلش ما شنیدیم که اینا خیلی مفسد الفعل ارزن. بله بله بله. این به هر حال این آقای احمدی نژاد چیزی بهت بگم، اینقدر گند زده چیزه، اینقدر تخریب کرده که توی این یه ماه آخر هم هر کاری داره میکنه که اینا رو آزاد کنه. یعنی پای آقای روحانی در نمیره، پای آقای احمدی نژاد در میره. داره الان اینجوری پیش میره دیگه. محمودی داره خودشو مطرح میکنه. دبیر شورای عالی فضای مجازی در ایران اعلام داشت، خیلی خبر خوبی داده. باری کلا عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست، اما دور زدن فیلترینگ جرم دارد. من یه خود مشکل روحی دارم، نمیفهم حرف تو. یعنی که میتونن عضوشن در این شبکه‌های اجتماعی؟ یعنی دور زدن فیلترینگ جرمه؟ یعنی میتونی شما جیمیل باز کنیم؟ چون مردم موقع نفهمن موضوع رو. یعنی ملت بزرگ با شما میتونین جیمیل باز کنین ولی حق خوندن ندارین. اینجوری میشه؟ داره میگه که شما عضویت میتونی بری یاهو واکن، برای واسه خودت 300 تا یاهو مسنجر رو 400 تا جیمیل واکن بخونی، همچین میذاریم تو دهنت که همچین عضو چند دیگه. خب اینه واسه عضو باشن که واسه اینکه ما رو مسخره کنن. یه روز در روزنامه های چاپ تهران خبر جنجالی چاپ کردن، گفتن آقای احمدی نژاد در یک اقدام عجیب غریب اصلا کدوم اقدام احمدی نژاد عجیب غریب نبوده تا الان. دفتر این کدوم روزنامه نوشته جون تو؟ در روزنامه تهران، چاپ تهران. دفتر رئیس جمهوری سابق رو تو خیابون پاستور میخواد تشکیل بده و 25 پست سازمانی میخواد درست کنه. اما امروز از طرف آقای احمدی نژاد اعلام کردن که نه، آقای احمدی نژاد گفته نه، من میرم تو خونم تو نارمک، اونجا هر کاری بخوام بکنم اونجا میکنم. یکی از خوبیه محمود میدونه چیه؟ ما از بعد از محمود دو تا رئیس جمهور دیگه داریم. یکی 4 سال 4 سال عوض میشه، یکی محمودی تو نارمک هنوز ادامه میده، میگه کنه جذبیده ول نمیکنه. خوشش اومده. 8 سال بده خوشش اومده. خب اما آقای حسن روحانی رئیس جمهور چند روز دیگه؟ رئیس جمهور چند روز مونده واقعا؟ چیز نمونده، 15 روز 16 روز. یعنی ما 15 روز دیگه آقای روحانی میاد. بله بله. خواستار نرمش در فضای سیاسی کشور شدند. ایشون گفت چرا اشتباهی یه نفر، دو نفر، 4 نفر یک گروه را اینقدر دوست داریم کش بدیم؟ پیام این انتخابات تعامل بود هم در داخل هم با جهان. بله، دو تا مطلب توی این خبر گفته کش دادین آقا. همین یکی که ملت، اولا که ما یه سری مسئولین با کش خیلی از کش، از هر چی که آخرش کشه یا اولش کشه دوست دارن مسئولین، بعضی از مسئولین. بله. و کش رو ادامه میدن. ولی یعنی یه جمله تو خبر بوده که کاری بون ندارم اینه که
پوش می‌نویسه بله زمین یه خبر یه واسه بخون جون تو خبر آخه شما شما همه تفسیری خودتو می‌کنی من درسته خودم میگم خبر اولش بخون خود خبر ایشون میگه که اولش چرا اشتباه یه نفر دو نفر گفته چی خواستار نرمش در فضای سیاسی کشور خیلی جالبه یعنی میتونه توش نرمش کنی دوی ماراتون قدغن ورزش کنی نرمش کنی رو اکسون رو نرمشه میگه تا نقطا میزانی که داری خودت رو گرم میکنی خوبه گرم کردی پروبازی در نمیتونیم بیاریم چون تعالی نمیشه قضاوت کردن نه حرفش مثبت الان من که دارم تایید میکنم ولی گفتن اگه کش ندی دوستان کش بده خب و اما نگاه بکن اگه هم کنی که آگاه باشید آقای حسینی چندیست که در تحصیلات آقای روحانی رئیس جمهور جدید یه شبهاتی بود اشکالاتی گرفتن گفتن آقا کجا اینا امروز خبرگزاری ها مراسم دانشنامه گرفتنشون رو پخش کردن آقای روحانی رو از دانشگاه توی کانادا چه دانشگاهی اگه گفتی؟ یه دانشگاه اسمش هم الان بهتون میگم نیوکاسل؟ نه اسکاتلند ببخشید اسکاتلند دانشگاه اسم خوبی هم داره ها حالا میگم اسکورسی اون یه کارگردان است نه اسکات نه 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 چیز نگاه میکنیم به این مراسم گرفتن دانشنامه آقای روحانی از دانشگاه در اسکاتلند I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy Hassan Feridon for a thesis entitled The Flexibility of Sharia Islamic Law with Reference to the Iranian Experience. گلاسکو دکترای چی گرفتن؟ دکترا گرفته بابا دکتر چی؟ دکتر شده دیگه فلسفه خب خیلی به هر حال یه فلسفه چون گفتن تو این 8 سال انقدر سفسطه بوده یه فلسفه بیاریم که در سیستم ببینیم چی کار خواهیم کرد به حال این کاری که از اونجا این کاری گرفتن و با این شکل و شمایلی که بسیار هم جذاب بود به هر حال هر کسی درس هم میخونه مورد احترامه و خیلی خوبه ولی این که در اسکاتلند گلاسکو آخه اسکاتلند دو چیزش معروفه چیه؟ یکیش گلاسکوه یکیش ویسکیشه؟ ویسکیش بخوره واقعا شب مارمزون سخت والله مارمزون نباید آقای حسینی اون حقا بزنیم ولی آقای حسینی آقای حسینی جنجال ها و رویارویی مردم با اینکه برای آرامش خدا کنید در مملکتون آرامش بشه همچنان به بهانه های گوناگون ادامه دارد میریم به مقابله ورزشگاه آزادی استادیوم آزادی در تهران که مردم میخوان برن مسابقه فوتبال رو ببینن همین چند وقت پیش و برخورد نیروهای انتظامی با مردم نیروهای انتظامی فداکار بله. و مردم بی فداکار نگاه بکنید خانم آقای بلیت داری مثل حیوان برخورد میکنن انگار آدم نیستی بلش کن بل کن بلیت گرفتم دیگه چرا میزنی چرا میزنی آقا چرا میزنی چرا میزنی آقا علی یا این بر چرا میزنی؟ گوشی من افتاد پول گوشی من کی میده؟ یا اینجا آقا این مال خود والیبال نه این مال هیئت والیبال برای چی باید کتک بخوره؟
این مال خود هیئت والی بالا اصلا اشتباهی که تو جمله این برنامه هست اینه که میگه چرا میزنی بعد میگه چرا نمیزنی عادت کردی ما اصلا به کتک واقعا چرا این کاری میکنن این نیروی انتظامی آره چرا این دست بزنی یعنی چی آخه بگم مثلا ما تو نیروی انتظامی ممکن آدم اولا ممکنه نیست حتما ما تو نیروی انتظامی آدمای خوبم خیلی داریم مثلا شکش نکنید ولی خب بعضی مواقع بعضی آدما میدونی وقتی یه پستی بهشون میدن یه ستاره یا یه چیزی یا یه تلویزیونی یا یه رادیویی بهش میدن پررو میشن بله وقتی رسانه دستشه قدرت دستشه پلیس آره. درجه داره رئیس یه پادگان یه پاسگاه چایی مثلا مبصر میشه باور کن آقای حسینی بعضی از ما خودمون عرض میکنم باور کنید با خصوصیت که شما چرا ببخشید هر جا فوشه خودمونو میاری وسط منافع فقط نه نه ولی باور کنید یه پاسگاه دور افتاده بگن آقا تو بعضی از ما که اینجا ادعای دموکراسی داریم آزادی مساوات برادری برابری یه پاسگاه کوچولو رو سر یه ایدهاتی ما بدن باور کنید که پدر مردم رو در میاریم با این خصوصیاتی که داریم شک نکن متاسفانه ما تو همینجا آدم های خیلی سیاسی باسواد فهیم داریم که گیر یه سری آدم بی سواد غیر فهیم غیر سیاسی افتادن و این گروه پدر این گروه رو در آورده من همیشه اعتقاد دارم 97% ملت ایران اسیر 3% ملت نادان ایرانی و حرکت های مشروع مردم و در جهت آزادی در جهت استقلال در جهت ایران دوستی واقعا زیر سوال میبرن و با هدف و بعضیا بدونه و بعضیا با تظاهر تظاهر بدی خوبه تظاهر خوبه خوبه؟ آره دیگه چیش خوبه؟ شما وقتی تظاهر میکنی چیزات کثافتش نمیاد بیرون آخه اینجا اومدی بیرون نگاه میکنیم این مجلس روزخانی یه آقا رو میخوایم نگاه کنیم که چشش به دوربینه چشش که دوربین میفته اون وقت اکت میکنه تظاهر میکنه نگاه میکنه این نکنه این مراسمه الان میرسی یه آقای 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 حواسش به دوربینه دوربینه دید گره کرد اینا نفر جلوی قهوه‌ای اولیه رو نگاه کنم بینندگان عزیز تو این چند میلیون اون اولیه رو ببینید نگاه تو چند میلیون چیه نگاه کن دنیا که حالا آها گریه شروع شد این تظاهر دیگه این بده نکنه یه هفته نگاه میکنه یه جمله ای دارن که میگن که کسی که برای نه نگاهش به دوربینه آه دوربینه دید همینجور یه گریه دوربینه نگاه گریه شو بگیره مثل من شما گریه کنم این آکترهای خوبی هستن واقعا حالا تمرین کرده آدم که واقعا واقعا چشم شما روشن اکترهای خوبی هن اونا اگه واقعا اینجوری این نقش میتونی بازی کنی نقش این آقا رو بله حتما میتونم دیگه آره میتونی سعی به هر حال سعی دیگه یه زمانی زمان 1100 درشکی ما بازیگر بودیم ما بله شما که سروری سوپر آقا واسه این بحث فلسفی امروز بحث فلسفی امروز اصلا شوخی هم نداریم بس عرق خوردی اون چه وضع عرق کافی خوردن قهوه کافی بیننده میدونم چرا اینجوری شما میخوری آخه دیگه محرم جو افطارم شده اینجا همه چم اوکی عزیزم الان افطار شد خدا رو شکر بفرم آن چیست آقای حسینی خوب توجه کن خواهش میکنم که با آدم دست میده آدم خوشش میاد حالش خوب میشه با آدم دست میده آدم خوشش میاد حالش خوب میشه آنجلا جولیه دست میده خدا خود صحنه دار صحبت میکنی صحنه دار شما دست میده حالش خوب میشه آقا حسین منظورم اینه که دست میده آها دست بده نه دست میده پس دست بده با دست میده فرق میکنه دست میده با دست بده فرق میکنه یعنی همه آدما این رو تجربه کردن بعضی کم بعضی زیاد زیاد ما چه؟ تجربه کردن چیه؟ عزیزم صحبت میکنی. دست بده دست نمیده که شما گفتی آها اولین حرف سیاسی رو از تو شنیدم چه؟ خیلی قشنگ گفتی من؟ ضربه ای زدی به سیستم بله خوشم اومد چی گفتم؟ ببین من صادقانه با سیستم مبارزه میکنم تو پنهانی ریشه رو میزنی این حرف چیه؟ عجب جمله به سزایی گفتی از یه دست میده از یه دست میگیری مسئول دست بده دست میده داری میگی که مسئولی با هر دستی بده با همون دست, دست میگیری یعنی بعدا پدرتو آقای حسینی باز زدی به صحرای من چطور برام بلش کن بفهم بعضیا خیلی راحت به ریش آدم چیکار میکنن به ریش آدم دخیل میبندن
آقا مگه درخت ریشه آدم دخیل چیه؟ به جون تو من قسم میخورم من آدمایی رو با این دوتا تخم چشام دیدم که به ریش آدما دخیل میبندم. به کی مثلا؟ این تم بمیره. مثلا یارو مسئوله نشسته یک پاچه خاری میکنه برای گرفتن یه تیک زمین. برای اینکه به اون چیزش برسه، هدفش برسه، یک پاچه خاری میکنه که انگار به ریش اون قاضی دخیل بسته. ما مسئول بعد نداریم، شما بدبینی. همین باری کلا همینه. حالا چه؟ همین چیه؟ همینی که الان گفتی؟ گفتم یه ذره قبل‌تر. به ریش شما گفتم میخندیدم، الان داشتم میخندیدم. نه به ریش نه، به اون نه نه، یه ذره بیام جلو. یه ذره بیام جلو. آنجلو جولی بود ما چون. نه یه ذره بالا قبل. نه یه ذره جلوتر. یه ذره بیام جلوتر. یه ذره جلوتر. مسئولین نادان بدانند که دست به دست میگه همون دست پس میگیری. سوال من این است که موضوع برنامه با خش شروع میشه آقا. با آدم دست میده، آدم حالش خوب میشه. خب بعد نمیشه جلو دوربین گفته. آیا حسینی؟ بعضی هم نه دی منظور شما چهارت اینه دیگه. شما میگه به آدم دست میده، آدم با خش شروع میشه. با خش شروع میشه. این همون خریت. آقا به جان تو ببین، یعنی جاهلیت آدم کار میکنه که آدم به ریشش بخنده. همین که باریکلا. یه ذره بیا، یه ذره بلغه. خنده. باریکلا. خنده چیه تو زندگی آدم ها؟ ما آدم ها دانشمندان، اساتید، بزرگان، روانپزشکان، پزشکان، فیزیکدانان، استادان ماورا طبیعه درباره خنده تفسیری دارن که زندگی رو، حتی پیامبران، که زندگی رو شیرین‌تر میکنه. این قیافه گشاده، این لبخند که خیلی از ما باش قهریم، هم برای سلامتی، هم برای احساس، هم برای ذهن، هم برای وجود، هم برای زندگی، هم برای ارتباطات با مردم. این خنده میگه خیلی کارسازه. خنده چیه؟ خنده اصولا بینندگان عزیز به سه قسمت ای داد بیداد بذار سه قسمته سه قسمته دروغ بگم. قسمت اول اینه که به هم میخندیم. قسمت دوم اینه که با هم میخندیم. قسمت سوم اینه که به خودمون میخندیم. خب چجوریه این مزرعه چیه؟ وقتی که به هم میخندیم، آها، یعنی این که خنده به هم میخندیم، یعنی این که به هم میخندیم، هم مسخره میکنیم، هم ندی، آره دیگه، هم دیگه رو مسخره به هم میخندیم. خب آره، میگه چی شعرش میدونی چیه؟ میگه که خود گویی و خود نه خندی. اون تنهایی ها نه بهتر به هم به کسی بخندی، بهتر رو آب بخنده فکر کنه. رو آب بخندی، آفرین آفرین. آره دیگه، به کسی نه بخندید. خب این قسمت اولش. وقتی که با هم میخندیم خیلی خوبه. یعنی چی؟ آها یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگه که خنده بر هر درد بی درمان دواست. با آفرین، چون با هم میخندیم. باریکلا. ولی زمانی که به هم میخندیم در اصل میشه گفتش که خودگویی. آها به خودت میخندی، یعنی این که خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. آها این بیمزه است. یعنی خودت میگی، خودت هم میخندی، یعنی خودت کاری میکنی، خودت از کار خود راضی هستی. آره. و کار درستی هم نبوده. خیلی سخته ها. وقتی شما در من یه چیزی میخوام بگم خیلی بده ها. نه بد نگو. نه بد نگو قشنگ. این بدترین حالتی که تو به خودت میخندی، باور داری خودتو. آها. یعنی حرکت تروریستی میکنی. آها. آدمه رو میکشی، بچه 5 ساله میره رو هوا. تو ذهنت اینی که به خاطر خدا، خدایا از من قبول کن. این بدترین نوع باور ارضای آدمیه که فکر کنی داری درست حرکت میکنی و درست میخندی. اینجاست که شاعر میگه خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمند. خب آقای حسینی، مردم چی میگن؟ مردم چی نمیگن؟ با هم نگاه میکنم. سلام بر شما جانم. به عنوان یکی از داوران جشنواره، جشنواره رو از نظر کیفی چطور ارزیابی می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب به نظر میرسه تو گام اول هنوز خیلی از اتفاقاتی که باید دوباره از نو همین رو ادامه میدم ها. نور دوربین صدا تصویر بریم ببینم حالا که مردم خود اذیت میکنیم از خواهی میکنیم ببینم. نه نه نه، من هیچ وقت اذیت کردن مردم رو دوست دارم. من راست میگی. خنده چیه؟ خنده خیلی همیشه خنده را. سلام علیکم
آقا خنده چیه؟ خنده روز شادی برای سیده، همهشون تبریک عرض میکنم. ما خودمون سید هستیم سادات. خب خنده چیه؟ نه حالا روز عید قدیر که به جای خودش، خنده چیه؟ خنده برای روز شادی، هممون شاد هستیم، تمام شیعیان شادن. ما نه خنده، خود خنده چیه اساسا؟ خنده شادی میاد روز آرام بخش. خب میتونیم ببینیم چه جوریه؟ ما میخوام ببینیم خنده چه جوریه. خنده خوبه برای نه چه جوری هست؟ روان، برای آرام بخشه. خنده شما چه جوریه؟ خنده ما رو خوبه جو. آره. سلام بر شما جونم، شب شما بخیر. تلفن زود شروع شده. الو جانم. سلام قربونت برم. خسته نباشید. سپاسگزاریم که زنگ زدید. از کجا زنگ میزنید؟ از ونکوور کانادا زنگ میزنم. دستتون درد نکنه از برنامه قشنگتون. خیلی خیلی ممنون. مرسی لطف کردین. ممنونیم که تماس گرفتید. سلام بر شما، شب شما بخیر. بفرمایید عزیزم. کوتاه بگیریم سلام آقای بابان هستین آقای جون. بله در خدمت شما آقای حسینی عزیز و دیگر جونم. سلام بر شما و آقای حسینی عزیز. سپاس این قصد رو خدا آقای دلجو، آقای حسینی رو بذارید راحت باشه، هرچی میخواد بکنه. آخه اونایی که روزه میگیرن همه کاری یعنی برای دینشون و برای ما باید رعایتشون بکنیم، ولی یعنی سر میزنن از زندان میبرن. اگه کسی حالا حالش به هم بخوره، بخواد یه خور آب بخوره یا بلی. یه چیزی بشه معدش درد بگیره، خب ضربه شلاق و فلان. نه چطور اونا آزادی دارن که هر کاری میخوان بکنن چون دینشون میگه، ولی ماهایی که خب ما هم اعتقادات خودمون رو داریم که به اون چیزا اعتقاد نداریم، اعتقاد دیگه ای داریم، چرا ما آزادی نداریم که بتونیم راحت حرفمون رو بزنیم؟ شما از کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ ممنون. همینجا لوسانجلس. خیلی محبت کردین، تماس گرفتین. قربون شما. ممنونم. فقط اینو به شما بگم که تمام ادیان روزه دارن و روزه ساده است برای اینه که خودت رو تنظیم کنی، تربیت کنی. اینا هر وقت روزه موجب بشه که شما بخوای دیگری رو تربیت کنی، باید پیغمبر باشی این کارو بکنی. شما باید خودت رو تربیت کنی که روزه بگیری آدم خوبی باشی. بله. ولی اگه بخوای روزه بگیری اینو با کتک مجبور کنی روزه بگیری، باید پیغمبر باشی. باطل است. باطل. باطل. سلام بر شما، شب شما بخیر جونم. باطل. دوستون بخیر آقای دلجو، آقای حسینی. سپاسگزاریم که زنگ زدید. برنامه‌تون بسیار عالیه. ما در رابطه با خط درخته من می‌خواستم یه چیزی. جونم بفرمایید. اگر شما یادتون باشه این درخته رو تمام به نام آقای علما نامگذاری کردن. اینا دارن قطع می‌کنن که اون آقای بالا. نمی‌دونستم اینو من. شما می‌دونستی؟ آقای حسینی. بله. نه من نمیدونم. یک دونه ممنونم. من بخواستم واضح تر توضیح بدین. آقای حسینی سلام بر شما، شب شما. فقط بگم که روحانیت هر دینی با روحانیت افراطی هر دینی متفاوته. ما با افراطی ها مشکل داریم، نه با روحانیت سنتی. بله دوستشون دارم. جونم بفرمایید. ایجا آقای گلجو، من در خدمت شما آقای حسینی و دیگر دوستان. جونم بفرمایید. بفرمایید جناب دلجو، یه شعری هستش من میخوام بخونم توی محرمیزونیه عزیزم. نمیدونم مال شاعرش، نمیدونم. فقط کوتاه بعد بگی عزیزم. چند بیته؟ اگه بالای دو بیته نمیتونیم تو برنامه‌مون. ولی همون یه دو بیتیه. بفرم. میگه که روزه دارم من و افطارم از اون لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. به به، دست شما درد نکنه جونم. عزیزم سلام. عزیزم سلام بر شما. سلام بر شما جانم، بفرمایید. درود بر شما. خوب هستین آقای دلجو و آقای حسینی؟ سپاسگزاریم که زنگ زدید، محبت کردید. میخواستم اولا از برنامه خیلی زیباتون تشکر کنم و اینکه مثل سوالتون رو دوباره تکرار بکنید. سوال مسابقه رو میفرمایید؟ بله بله. نازنین از کجا زنگ میزنی؟ من از مونتریال کانادا زنگ زدم. آره سوال دیش پریشب یه دوستی پاسخ دادن به سوال جدید دارن. خدا به داد ما برسه آقای حسینی. این سوال جدید رو با شما میتونیم البته بگیم، ولی خب عرضم حضور شما که بذار اون تموم کنیم. آره بعدش هم کنیم. عزیزم اسم کوچیکت چیه نازنین؟ من سمیرا هستم. سمیرا جان زنگ بزن، سوال الان اعلام میکنه. آره سوال الان اعلام میکنه. مرسی که زنگ زدید. آره جونم در خدمتیم. آقای فرزانه دستیو سلام، در خدمت شما آقای حسینی عزیز هستیم. عزیزم جونم بفرمایید. جانم جانم سلام بر شما. الو جانم سلام، با من هستیم. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خودتون رو معرفی کن، از کجا زنگ میزنید، در خدمتیم. من از سندیوگو زنگ میزنم،
هستم، نایر هستی، سلام به شما دارم. مرسی. برنامه جالب داریم و ما رو سرگرم میکنی هر روز. لطف. ساعت هفت و نیم به بعد ما رو میشونیم تو اتاق. لطف دارید. به هر حال من این آقای نخست وزیر رئیس جمهور جدید و این گرجویشنشون دیدم. من 4 تا 5 تا بچه هم که گرجویشن داشتن هرگز ندیدم انقدر خصوصی باشه. این خیلی فرق داشت. نمیدونم آیا شما همین احساس کردید؟ احساسی که من کردم اینه که ایشون لژیونرن. لژیونرن دیگه یعنی فراماسونی. آقای وزیر یک جونه ممنون عزیزم، نظر شما بسیار نایر جا خیلی لطف کردید عزیزم. سلام بر شما. آخه اونی که گذاشت بر جانم سلام بر شما. سلام بر شما عزیزم. جانم بفرمایید. حال شما خوبی؟ لطف کردین زنگ زدید، در خدمت شما هستیم، محبت میکنید. ببخشید آقای حسینی، برای تمام مسابقات مزایدن بفرمایید جونم. میخواستم ببینم که جواب پاسخ سعیدی تو چیه؟ الان خدمتون عرض من هنوز پاسخو ندادیم. مرسی جانه جو الان زعی میزنن. الان میگم توضیح میدم. خب میخواهم مسابقه ادام کنیم. یه دنی تلفن یه تلفن خط اینا. سلام بر شما جناب، شب شما بخیر. شرمنده میشیم. سلام. سلام علیکم. سلام درود. سلام بر شما جونم. سلام. الو سلام عزیز. قربونی شما. سلام سپاسگزارم زنگ زدید. من زنگ زدم ولی آقای فرزان و آقای حسینی گفتم منتظر بذارید گوشیم قطع شد. نه قطع نشه، گفتیم الو منصور تویی؟ خیلی جونم. آره آره عزیز. منصور جان گفتیم الو الو الو، شاید داشتی به تلویزیون گوش میکردی، فکر کردیم رفتی، گفتیم آقا کانادایی مزاحم نشده باشی. نشده باشیم. اوه نه من میخواستم اوکی. همه چی به خود شما رفت داره نست بشه نونم در خدمتی. منصور جان بگو عزیزم. فرزان جان من اصلا یکم چیز شدم، کانفیوز شدم. نه 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 قربونت برم، ما وسط آگهی ها که داره پخش میشه تلفن ها رو بر میدارم آقای دلجون، بعد باهاشون حرف میزنن، بعد میگن که صبر کنید که بذار رو آنتن حرف بزنید. اگه حضرت رو زیاد نمیشه بر اثر اتفاق شما قطع شدی، هیچ چیزی نبوده توش. ما در خدمتیم. شما زنگ زدی تا حالا شبای بعد حالا باز با هم صحبت. حالا من خنده رو بگو برو. یه چیزی گفتی راجع به خنده، من بهت فارسی بگو. فارسی بگم؟ آره اونو خنده رو بگو چون خوب بود. درسته. درسته. باشه اشکال نداره. مرسی. من گوش می‌کنم به شما الان. گفتی راجع به خنده یه فرمایشی راجع به خنده گفتی، گفتی که خنده ها به تیپی که حالا اون چیزی که به انگلیسی هم گفتی رو دوباره میتونی توضیح بدی واسه بینندگان بگو. من میخواستم اول سلام عرض کنم خدمت آقای حسینی، آقای فرزانخان. قربونت برم. شبتون بخیر بشه. در رابطه با خنده اینو انگلیسی میگن اکسپرنس یا واکنش. بله. نوعی واکنشه. دقیقا. بعضیا ممکنه یه موضوعی براشون جالب باشه بخندن، بعضیا نه. آها. و بعضی ها ممکنه واقعا دوست دارن میخندن در دلشون ولی نمیتونن بخندن. این هم همچین آدم هایی ما داریم بعضی مواقع که اصلا قصد فرازه عبوس. نه نه عبوس نیستن. نه عبوس نیستن. منصور جان یک جنو ممنون از محبت. مرسی منصور عزیز از تعریف برنامه. مرسی عزیزم. سلام بر شما جونم. ما ایداد بگیریم اینجوری کنیم مثل خوز دار. تشکر اومد اینجوری بشه. سلام عرض کردم، سلامتون بخیر. سلام سپاسگزاریم که زنگ زدید. لطف کردید. خواهش میکنم جناب حسینی، من یه سوال داشتم از خدمتتون. این سوال مسابقه که شما مطرح کردین، میخواستم سوال کنم که این آقای مسئولی که شما میگین خب از چند سالگی مسئول میشن؟ سوالی که راجع مسئول سوال کردم، شما هفته یعنی پریشب ما رو ندیدی برنامه مونو، درسته؟ بله. خب اونجا ما جواب پاسخ داده عزیزم. یک سوال دیگه ای مطرح کردیم ولی ما گفتیم از 0 سالگی آقا مسئول باشه. و اصلا من یه توضیح بدم، از اسم کوچیکی تو فقط بگو به ما. من بهار هستم از تگزاس. بهار جان مرسی از تگزاس. من فقط یه توضیح کوچولو بدم اگه میشه، تو 2 سال 1 دقیقه نیم خیلی فرصتمون کوتاه. 1 دقیقه 7 ثانیه. سوال مسابقه رو بعد اعلام کنیم. 47 ثانیه. کمتری زره. کمتر. نکته یک هست که هر سوالی که ما اینجا مطرح می‌کنیم دارای یه هدفی است. ما تو اونجا می‌خواستیم فقط بگیم که اگه صفر از 0 سالگی تا 100 سالگی یه مسئول تو ایران بخواد به پست و مقام برسه و ما بهش پول بدیم فقط حرف بزنه، هیچ کار درستی هم انجام نده، چقدر باید بدیم؟ 500 میلیون قیمت این آدم بوده. 500 میلیون تومان. یعنی حدود 120 هزار دلار در 100 سال.
نکتهش اینه که می‌خواستیم به فکر وا بدونن که بدونید که آقا کسی که 3000 میلیارد برمی‌داره می‌بره بیرون، این 500 میلیون خیلی نکته عددی خیلی گنده، یعنی هر ثانیه هم بهش پول بدی و درد نمی‌کنه. ثانیه فقط پول بدیم، دستشویی نره، نخوابه، هیچ غلطی هم، هیچ کاری هم، هیچ حرکت جذابی هم نکنه، قیمتش اینه. سوال هفته پیشمون هم این بوده که، یعنی پریشب ما این بوده که کدام پیغمبر عرضم حضور شما که سر خدا کلاه گذاشت؟ یکی از پیامبرا این کارو کرده، در کتاب تورات هم هست. خود کتاب تورات یکی از کتاب‌های بسیار دوست داشتنی که داره داستانای بسیار عمیقیه. بله. یه بار شما تورات و انجیل و قرآن رو یه بار اینجوری می‌خونی، یه بار می‌خوای بخونی یاد بگیری بدون ریاکشن، می‌بینی چه داستانای زیبایی توشه. و اون جرجیس بوده که سر خدا اینجوری کلاه گذاشت که رفت وارد بهشت شد، که می‌خواستن بهشتو بهش نشون دادن، بعد گفتش که من می‌تونم باز دفعه بعد بیام. خدا گفت، جبرئیل گفتش که نه، شما بری بیرون دوباره برگردی دیگه نمیتونی چیز کنی، یعنی نمیتونی وارد کره زمین شی، دیگه اینجا خواهی ماند. طبق کتاب‌های تاریخ دینیه. و در زمان شما که ایشون هم داشت میومد بیرون، کفشش جا گذاشت. نه آره کفشش جا گذاشت. بعد جبرئیل اومد بیرون، آخ من ببخشید کفشمو حالا یا عبامو یا یه چیزیمو جا گذاشتم. گفت برو وردر. اومد تو، گفت من دیگه بر نمیگردم. کلکش هم این بوده. بله هم میگم اینه پیغمبر جلسه بده کرد. آره دلیلش هم این بوده. دلیلش توش پیام عرفانی داره. میگه ببین اون لحظه من پیغمبر بودم. داره به من و تو اینو میگه. اگه پیام اینجوری نگاه کنی خیلی عمیقه. میگه من پیغمبر خدا هم. اون موقع من پیغمبر بودم. اما معلوم نیست ثانیه دیگه سقوط نکنم از عرفان. باریکالله. از یعنی معلوم نیست ثانیه دیگه پول و مال و منال و قدرت و پست منو نگیره و من آدم بدی نشم. از این ترسید که گفت من اینجا بمونم بهتره از اینکه برم یه آدم بدی بشم. چیکار کنم؟ شو رقص بلدی؟ من هندی اسپانیایی بلدی واقعا. تانگو با تو تانگو داره. با من راست میگی؟ با من تانگو برقص. آقای حسینی نگاه میکنی، نگاه میکنی به رقص توی خونه، نگاه احترام به آدم ها، بی خدا ها، با خدا ها، اون لیگات ها بر همه ما واجبه. در سال 2013 به همه ادیان احترام بزنیم. یه بار بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم و این نگاه نداشته باشیم. من نگاه شخصی مو گفتم تو این سوالی هم که یک شب بیشتر مطرح نکردیم و آقای دلجو همون موقع قبل برنامه گفت آخه این هر سوال مطرح میکنیم ممکنه بعضیا زنگ بزنن به پیغمبر این و اون توهین کنن. خدای نکرده. من میخوام بگم که و من گفتم باید این سوال پخش بشه که ما یه بار این قفو بش کنیم که آقا توهین نکنیم به هیچ دینی، اینو یاد بگیریم. و دموکراسی ما متاسفانه حالا امروز تمومش کردیم. سوال رو برنامه بعدی سوال دیگه رو پاسخ بدیم. بریم اعلام کنیم، نگاه میکنیم به چهره روز. اگر چهره روز. با هم نگاه میکنیم. آقای حسینی اینجا مدرسه است، بچه های ایران در بلوچستان این کلاس درسشونه. چهره روز اون مسئوله که این تو نیست، اون مسئولی که بعد میذاریم تو چشش اینجا نیست تو این عکس. واقعا این بچه ها چهره روز اونه دیگه. اینا بعد سازندگان ایران فردای ما باشن، تو بیابون، تو خاک و خل، جای غیر بهداشتی بعد درس بخونن، علم بیاموزن که فردا بیان پزشکن، وکیلشن، کارشناسشن، مملکت رو اداره کنن. یعنی مهمتر از درختای اون پهلوی و اینا که زدین
درختهایی داره قطع و وصل میشه اینجا، از ریشه زده میشه که آینده قراره آینده ساز کشور رو باشه. خب برنامه بعدی بدون شرحه که همکار عزیزم قول میده شرحی روش نذاره. آقای حسینی، از این یک درخت سنگ رو شکافته اومده بیرون، سنگ رو، صخره رو شکافته اومده بیرون، چی یاد میگیریم از این ما؟ از این یاد میگیریم که ما میتوانیم به شرط اینکه متحد باشیم، به شرطی که ریشمون رو تو خاک سفت کنیم، به شرطی که از اول پامون رو سفت بذاریم، یه جایی پول از این اون نگیریم، هدفمون نجات کشور باشه، ما میتوانیم حتی سنگ سنگ رو بشکافه. برای شما چی گفتش؟ هیچ شعار میدادی الان؟ نه من معمولی که سنگ ریز است رو خود قاطی سنگ نکنم. یعنی بخواد آدم کاری که بخواد انجام بده، خواستن که توانستن. میگه که تلفنم اشغاله، مسابقه رو اعلام کنید بریم. من میگم مسابقه رو بزنیم برای پس فردا اعلام کنیم. اعلام کنید. راه پنهانی میخانه نداند همه کس، راه پنهانی میخانه نداند همه کس، جز من و زاهد و شیخ و دو سه کس. پای حسین سین بده. سیم بده. آره سید. آره زبان سرخ سر فبز میدهد بر باد. متشکریم که برنامه رو نگاه کردید. به همراه فرزان دلجو، حامد عزیز، سمیرای بزرگوار، دوستان عزیز در اتاق رژی، فرمان هر جایی و شما بینندگان عزیز گل که دارین برنامه رو نگاه میکنید، خیلی لطف کردید. با پوزه کسی که روی خط بوده حتما در برنامه‌های دیگر پاسخگوی شما، اینو باید یاد بگیرید، پاسخگوی شما خواهیم بود تا فردا شب. ساز کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم،